خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت دانشجویان محترم گروه 60 دوره دو و امیدوار هستم که در کنار خانواده محترمتون سلامت باشید. امروز جلسه پنجم کلاس آی سی یو رو خدمتتون مطالب رو میفرستم و در مورد تهویه مکانیکی هستش. دوستان یادآور میشم که این بحث تهویه مکانیکی بحث نسبتا سخت و سنگینی هست. خواهش میکنم با دقت مطالعه کنید، با دقت گوش بدید و بعد کتاب رو بخونید و اگر سوالی داشتید حتما مطرح کنید، بنده در خدمت شما خواهم بود. حالا باید بگیم که اول از همه که چرا و چه زمانی استفاده از دستگاه‌های ونتیلاتور ضروری میشه و لازم میشه. مواردی که ببینید، دستگاه تهویه مکانیکی دستگاهی هستند که میان عمل تنفس یا تهویه رو با فشار مثبت یا منفی از طریق انتقال انرژی به بیمار، در واقع اون تنفسی که بیمار نمیتونه انجام بده رو این دستگاه انجام میده. مواردی که مریض معمولاً پی ای او توش خیلی بیفته پایین یا هایپوکسی مقاوم به درمان پیدا کنه با ماسک یا سایر روش ها در واقع اکسیژناسیون خوبی نداشته باشه، اسیدوز تنفسی بشه یا مثلا به دنبال بیماری های مختلف ریوی، به دنبال احیای قلبی ریوی، سی پی آر، شوک ها، مسمومیت های دارویی، اسیدوزهای مقاوم، جراحی های بزرگ و در شرایطی که بیمار هوشیاریش کم میشه و در کما میره و همون لیستی که در این اسلاید میبینید، اینها در موارد مختلفی هستند که فرد رو نیازمند به دستگاه تهویه مکانیکی میکنه. فقط باید این رو یادمون باشه که دستگاه تهویه مکانیکی درمان کننده بیماری های ریوی نیست، یه وسیله حمایتیه که فقط از سیستم تنفسی بیمار حمایت میکنه تا خودش کم کم توانایی انجام تنفس خود به خودی رو پیدا بکنه. خب یه سری معیار وجود داره دوستان که نشون دهنده نیاز بیمار به دستگاه ونتیلاتوره. غیر از اون موارد یا اندیکاسیون های استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی که در اسلاید قبلی دیدین، یه سری معیار هست که اگر این شرایط وجود داشته باشه فرد نیاز به دستگاه ونتیلاتور داره. اون شرایط چیه؟ وقتی که تعداد تنفس بیمار مثلا غیر معمول میشه، بالای 35 تا میشه یا اصلا ارست تنفسی میکنه، یا اینکه مثلا پی ای او توش کمتر از 50 میشه علارغم اینکه داره اکسیژنی با غلظت 60 یا بیشتر از 60% میگیره. وقتی پی سه او توی مریض بالای 50 میشه، یعنی یه اسیدوز تنفسی و هایپوکسمی شدید پیدا میکنه، و وقتی پهاشش کمتر از 7.25 میشه علارغم اینکه پی ای او توی خوبی داره. و سه تا معیار بنفش رنگی که پایین نوشتم خب خیلی قابل اندازه‌گیری نیست مگر با اسپیرومتری. مثلا وقتی تایدال ولیوم مریض کمتر از 5 سی سی در به ازای هر کیلوگرم وزن میشه، تایدال ولیوم حجم جاریه دوستان، اون تی وی منظورمون تایدال ولیوم یا حجم جاریه. وایتال کپاسیتی که با وی سی نوشته شده، وایتال کپاسیتی یا ظرفیت حیاتی مریض کمتر از 10 سی سی پر کی جی باشه و این اسپریتوری فورس یا نیروی دمی بیمار کمتر از منفی 25 سانتی متر آب باشه. خب این سه تا معیار شناساییش خیلی امکان پذیر نیست مگر مریض رو اسپیرومتری کنیم. اون 4 تا معیار اولو حتما خاطرتون باشه که معیارهای عینی نیاز بیمار به ونتیلاتور هستن. خب دستگاه تهویه مکانیکی دوستان بر اساس اون نحوه ورود هواشون به داخل ریه های بیمار به دو دسته تقسیم میشن، دستگاه های فشار منفی و فشار مثبت. ببینید دستگاه های فشار منفی در قدیم بودن، خیلی دستگاه های قدیمی بودن و الان هم وجود ندارن دیگه. در گذشته می اومدن بدون اینکه مریض رو اینتیوبه کنن، بدون اینکه لوله تراشه داخل ریه بیمار بذارن، می اومدن از یک دستگاه های استفاده می کردن که این دستگاه ها با ایجاد فشار منفی از بیرون قفسه سینه عمل دم و بازدم رو انجام میداد. یعنی فشار منفی از بیرون به بیمار وارد میشد و این فشار منفی که روی قفسه سینه وارد میشد باعث حرکت و ورود هوا به داخل قفسه سینه میشد. معمولا تو بیمارایی که اختلالات عصبی عضلانی داشتن، فلج اطفال داشتن، میاستنی گراو داشتن،
میشن از این وسایل استفاده میکردن که خب این دستگاه فشار منفی معمولا خب نیاز به لوله گذاری نداره، یه اتاقک های خاصی بود که دور بیمار میذاشتن، حالا به صورت به شکل های مختلف، ریه آهنی یا تانک تنفسی میگفتن که خیلی قدیمی بود، یا یه لباس های شبیه کتای بارونی بود که بدن پوش بود و از طریق اون فضایی که دور قفسه سینه بیمار ایجاد میکرد، اون اتاقکی که اطراف قفسه سینه بیمار ایجاد میکرد، باعث میشد یه فشار منفی ایجاد بشه و این فشار منفی باعث ورود هوا به داخل ریه های بیمار بشه، یا حالت زره مانند داشت که اگر از کتاب رو نگاه کنید و همینطور که توی این اسلاید میبینید، یه دستگاه عجیب غریبی بودن، خیلی سنگین بودن، آهنی بودن، ولی خب خوبیشون این بود که نیاز به لوله گذاری نداشت و با فشار منفی از در اطراف قفسه سینه باعث ورود هوا به داخل ریه ها میشد. اما امروزه دستگاه تهویه مکانیکی دیگه پوزیتیو کنترل ولوم هستن، یعنی دستگاه های فشار مثبتن که این دستگاه فشار مثبت نیاز به لوله گذاری دارن و میان هوا رو با یک فشار مثبتی از خارج وارد آلوئول های ریوی میکنن، که دستگاهایی که امروز ما در آی سی یو هامون داریم دستگاه فشار مثبت هستن. خب دوستان، خود اون دستگاه های فشار مثبت شکلای مختلف دارن، به انواع مختلفی تقسیم میشن: دستگاه های فشاری، حجمی و زمانی. حالا دستگاه های فشار مثبت یه سریشون دستگاه تهویه مکانیکی فشاری هستن. الان همه دستگاه تهویه مکانیکی ما بیشتر فشاری و حجمی هستن. در واقع ما دیگه از دستگاه تهویه مکانیکی با اون مکانیسم فشار منفی استفاده نمی کنیم، دستگاهمون همشون با فشار مثبت کار میکنن. حالا خود این فشار مثبتی ها تقسیم میشن به نوع دستگاه تهویه مکانیکی فشاری، حجمی و کنترل دوگانه، که هم حجمی هن هم فشاری هن، هر دوتا رو انجام میدن. حالا دستگاه تهویه مکانیکی فشاری یا پوزیتیو کنترل ونتیلیشن، در واقع اینا دستگاهی هستن که فشار رو در راه هوایی کنترل کنن. ببینید دوستان، ما سه تا پارامتر در تهویه مکانیکی داریم: فشار، حجم و زمان. فشار اگر ثابت نگه داشته بشه، منظورمون فشار راه هواییه، اگر فشار راه هوایی که در راه هوایی بیمار و اون لوله ها و اتصالات بیمار ثابت نگه داشته بشه، حجم تغییر میکنه، زمان تغییر میکنه. حالا دستگاه فشاری دستگاهی هستن که فشار رو در راه هوایی کنترل میکنن و ثابت نگه میدارن، بنابراین حجم تغییر میکنه بسته به مقاومت و کامپلینس و طول راه هوایی که در جلسات اول گفتیم اینا در تهویه نقش دارن، این حجمی که به بیمار داده میشه تغییر میکنه. پس دستگاه فشاری دستگاهی هستن که فشار رو در راه هوایی ثابت نگه میدارن، بنابراین حجم بر حسب مقاومت و کامپلینس ریه تغییر میکنه. این دستگاه در زمانی که تو سیستممون یه نشتی وجود داره، یا مثلا انتهای لوله تراشه کافش سوراخ شده، یا فیسچول در راه هوای بیمار به وجود اومده، فیسچول های تراکیو پلورال یا تراکیو، در واقع فیسچولی که بین تراشه و مری وجود داره، تراکیو ازوفیشیال فیسچولا به وجود اومده باشه، توی این موارد مؤثرن. معمولا دستگاه تهویه مکانیکی فشاری کوتاه مدت فایده دارن و در دراز مدت معمولا ازشون استفاده نمیشه. خب دوستان، دسته دیگه ای از دستگاه تهویه مکانیکی فشار مثبت دستگاه تهویه مکانیکی حجمی یا ولوم کنترل ونتیلیشن هستند. این دستگاه ها شایع ترین نوع دستگاه های تهویه مکانیکی هستند که الان ازشون استفاده میشه، در دراز مدت قابلیت کاربرد دارن و همونطوری که از اسمشون معلومه حجم رو در راه هوایی ثابت نگه میدارن، بنابراین فشار تغییر میکنه، فشار متغیره، حجم ثابت. پس قرار شد اینو یادمون باشه بچه ها که اگر فشار در راه هوایی ثابت باشه، حجم دائم تغییر میکنه، و اگر حجم در راه هوایی ثابت باشه، فشار تغییر میکنه. دستگاه حجمی یه حجم مشخص و از پیش تعیین شده ای رو در هر تنفس به بیمار میده، ولی فشار راه هوایی رو دیگه تضمین نمیکنه و این فشار راه هوایی دائما توی اینها تغییر میکنه. بنابراین باید ما از بیرون، از روی دستگاه و با کنترل پارامترها فشار راه هوایی رو چک بکنیم. خب اینا دستگاه تهویه مکانیکی حجمی هستند، فایده شون اینه که در دراز مدت قابل استفاده هستند و خیلی هم پرکاربردن. اما الان دوستان، دستگاه تهویه مکانیکی عملکرد دوگانه دارن، دوال کنترل ونتیلیشن، یعنی هم حجم رو کنترل میکنن هم فشار رو،
که دستگاه های هوشمندی هستن که انشالله وقتی بیایید کارآموزی آی سی او و انشالله به امید خدا کرونا تمام بشه میتونید دستگاه تهویه مکانیکی هوشمند و دوگانه رو ببینین که الان دیگه نسل پیشرفته از دستگاه ونتیلاتور هستن و میتونن خیلی خوب هم حجم و هم فشار رو در راه هوایی در سیستم تنفسی بیمار کنترل بکنن. خب دوستان یه سری دستگاه تهویه مکانیکی زمانی هم داریم که البته تو کتاب آقای دکتر عسکری این نیست، ولی من براتون گذاشتم که بدونید حجم، فشار و زمان در دستگاه تهویه مکانیکی مهمه و این دستگاه زمانی زمان رو ثابت نگه می‌دارن. این دستگاه ها یه حجم مشخصی از هوا رو در فواصل زمانی مشخص وارد ریه بیمار می‌کنن و بنابراین حجم جاری ما در واقع میشه سرعت جریان هوا در زمان دم و این حجم جاری چون زمان ثابته تو اینها، حجم جاری باز متغیره و این حجم جاری بر اساس مقاومت راه هوایی و کامپلینس یا قدرت ظرفیت پذیرش ریه میتونه متفاوت بشه. فقط اینو باید یادتون باشه دستگاه زمانی یا تایمینگ هن، اینا در واقع زمانی هستن. اینا توی نوزادان NICU ها خیلی کاربرد دارن که میان تعداد زیادی از تنفس رو در فواصل زمانی مشخص به بیمار میدن و حجم حالا توی اینا میتونه متغیر باشه چون وقتی زمان ثابته حجم و فشار متغیرن و حجم بر حسب کامپلینس و مقاومت راه هوایی مریض تو شرایط و زمانهای متفاوت میتونه تغییر کنه. پس دستگاه های تهویه مکانیکی با فشار مثبت خودشون به سه دسته دستگاه های فشاری، حجمی، زمانی و کنترل عملکرد دوگانه یا دوال کنترل ونتیلیشن تقسیم میشن که تو هر کدوم اینا یا زمان ثابته یا فشار ثابته یا حجم ثابته و اگر یک کدوم از اینا ثابت باشه متغیرهای دیگه بر حسب شرایط بیمار میتونه تغییر بکنه. مثلا اگر ما به مریض دستگاه تهویه مکانیکی حجمی داریم، این حجم یه حجمی رو ما به دستگاه میدیم، میگیم آقا مثلا دستگاه تهویه مکانیکی 500 سیسی هوا رو وارد ریه بیمار میکنه، در هر تنفس این دستگاه 500 سیسی هوا رو وارد ریه بیمار میکنه و این حجم ثابته، ولی فشار راه هوایی بیمار بر حسب مثلا تقلای مریض، سرفه کردن مریض، مقاومت مریض، جمع شدن ترشحات تو راه هوایی در هر لحظه میتونه فشار تغییر بکنه و پارامتر دیگه در واقع متغیر هست. خب دوستان ما تو دستگاه های تهویه مکانیکی که میبینید من تو اسلاید و عکساشو کوچولو کوچولو گذاشتم مدل های متعددی از دستگاه تهویه مکانیکی داریم که این دستگاه تهویه مکانیکی یه سری مود دارن و ما این مودا رو باید انتخاب بکنیم و برای بیمار استفاده کنیم. حالا مود یعنی چی؟ مود ونتیلاتور بشه میگن رو چه مودی SIMV، رو چه مودی CMV. مود چیه؟ مود در واقع وسیله‌ایه که ما به وسیله اون بیمار رو تهویه می‌کنیم، یعنی یه روشیه که ما به وسیله اون بیمار رو تهویه می‌کنیم. در واقع نحوه هماهنگی تنفس بیمار با دستگاه تهویه مکانیکیه. حالا این مودا یا مندیتوری‌ان، یعنی یه سری مودا اجباری‌ان یا کنترله هستن که توی این مودها وقتی کنترل باشن مریض هیچ اختیاری نداره، در واقع دستگاه شروع کننده و خاتمه کننده تنفس بیماره، اسمش روشه دیگه، اجباری یا کنترله. یعنی میاد یه تنفسی رو به طور اجباری به بیمار میده، خودش شروع میکنه، خودش هم تمام میکنه. یه سری دستگاه تهویه مکانیکی اسیستدن یا کمکیان، یعنی اجازه میدن که مریض شروع کننده تنفس باشه ولی مریض رو کمکش میکنن، ادامه فرایند تنفس و اتمام فرایند تنفس رو دستگاه انجام میده و یه سری دستگاه تهویه مکانیکی تنفس ها رو خود به خودی به بیمار میدن. در واقع اینا مودهای ونتیلاتورن، مودها یا کنترلن یا کمکیان یا خود به خودیان. دستگاهی که مودشون خود به خودیه یا اسپانتانوس پرسینگ، یعنی میاد میگن که آقا ما هیچ کمکی نمی کنیم، مریض خودش تنفس کنه، خودش ادامه بده، خودش هم تمام بکنه، ما فقط حمایت میکنیم، ما فقط اکسیژن خوبی رو به بیمار میدیم، بنابراین اینو میشه مودای خود به خودی یا اسپانتانوس. پس مود در واقع اون روشیه که ما به وسیله اون میخوایم بیمار رو تهویه بکنیم و یک جور هماهنگی بین تنفس بیمار و تنفس ونتیلاتور فراهم بکنیم. خب دوستان حالا بریم سراغ معرفی مودها یا روش‌های تهویه مکانیکی.
مودو یا روش های تهویه مکانیکی، تهویه مکانیکی میتونه کنترل بشه. یکی از مودایی که ما در ونتیلاتور داریم و روی ونتیلاتور یه دکمه هست به این اسم و وقتی این رو فشار بدیم این مود فعال میشه، مود کنترل اجباری یا کنترل مندیتوری ونتیلیشن هستش. کنترل مندیتوری ونتیلیشن، وقتی مود CMV یا کنترل رو انتخاب میکنیم در واقع مریض هیچ قدرتی و هیچ کنترلی روی تنفسش نداره. یه حجم از پیش تعیین شده رو دستگاه در فواصل زمانی مختلف به بیمار میده. بیمار هیچ نقشی در شروع تنفس، در ادامه تنفس و در اتمام تنفس نداره. وقتی ما از این مود استفاده میکنیم اسمش روش دیگه کنترله و اجباریه. در واقع وقتی ما از این مود استفاده میکنیم که میخوایم اختیار تنفس مریض رو کامل بدیم به دستگاه، مریض هیچ تنفسی نداره، هیچ تلاش تنفسی نداره، ارست تنفسی کامل، آپنه است، بعد از یه جراحی بزرگ مریض وصل میشه به ونتیلاتور و هیچ نفسی نمیخوایم اصلا داشته باشه یا نداره، از این روش استفاده میکنن که تمام اختیار رو میدن به دستگاه تهویه مکانیکی. حالا اگر وسط اینجا مریض به هوش بیاد، معمولا اگر باز شرایطش استیبل نباشه میام مریض رو سدیتش میکنم با حالا سداتیوا، با مورفین، با دیازپام، با میدازولام که مریض تقلای تنفسیش کم بشه و اختیار به عهده دستگاه بشه. خب یه ایرادی که این دستگاه دارن اینه که خب باعث تضعیف عضلات تنفسی بیمار میشه، چون همه اختیار رو میدیم به دستگاه، دستگاه خودش تنفس میده، خودش ادامه میده، خودش تموم میکنه، خودش سیکلو تنظیم میکنه و مریض به دستگاه وابسته میشه، عضلات تنفسیش ضعیف میشه و جدا کردنش از دستگاه کار سختی میشه. خب دوستان، یکی دیگه از مودهایی که در ونتیلاتور داریم مود در واقع اسیستد کنترل ونتیلیشن یا تهویه کنترل شده کمکی هست که همطور که روش اسمش معلومه اسیستد کنترل ونتیلیشن هستش. اسیستد کنترل ونتیلیشن یا بهش سینکرونایز کنترل مکانیکال ونتیلیشن هم میگن، ولی شما همون اسیستد کنترل ونتیلیشن رو در نظر بگیرید که تو این مودها دستگاه دم رو به بیمار میده، بیمار تنفس رو شروع میکنه، شروع کننده تنفس در واقع مریضه ولی ادامه و خاتمه تنفس با دستگاه، یعنی دستگاه اسیستد کمکیه، میاد به مریض یه تنفسی رو دستگاه اجازه میده مریض خودش دم رو انجام بده، یعنی مریض نفس داره، در واقع تقلای تنفسی داره، مریض نفس رو شروع میکنه، دستگاه ادامه و کمکش میکنه که تموم بشه تنفس. که خب معمولا اگر مریض هیچ تنفسی نداشته باشه این مود مناسبی نیست. این مود وقتی مناسبه که مریض حداقل یه تقلای تنفسی یا تنفس خود به خودی داره ولی کفایت تنفسی نداره، یعنی مریض به خاطر ضعف عضلانی به دلیل مشکلات دیگه نمیتونه یه سیکل تنفسی کامل انجام بده، نیاز به کمک داره. خب یه خوبیش اینه که نمیذاره عضلات تنفسی مریض ضعیف بشه، چون اجازه یه تقلای تنفسی رو به مریض میده، ولی در واقع عیبش این هستش که خب اگر مریض تونتون نفس بکشه دستگاه هم حجم زیادی رو تونتون به بیمار میده و میتونه باعث هایپرونتیلیشن و آلکالوز تنفسی در بیمار بشه. خب یکی دیگه از مودهایی که توی ونتیلاتور داریم دوستان، اینایی که داریم میگیم کنترل مود ونتیلیشن، اسیستد کنترل ونتیلیشن، اینا مودهای ونتیلاتورن، انواع روشهایی که با استفاده از این روشها ما میتونیم مریض رو تهویه کنیم. خب یکی دیگه از مودهایی که داریم مود تهویه اجباری متناوب یا اینترمیتنت مندیتوری ونتیلیشن هستش، IMV. الان دیگه اصلا ما یه همچین مودی رو تو ونتیلاتورامون نداریم، ولی در واقع این مود چه مودی هست؟ این مودی ترکیبی از یه تهویه اجباری و تهویه ارادیه، یعنی در واقع مثل قبلی میمونه دیگه، یه تنفس مشخصی رو میاد دستگاه به بیمار میده، ولی بعدیش اینه که این تنفسی رو که دستگاه به بیمار میده و میخواد در واقع به طور متناوب به بیمار یه تهویه اجباری بده، این تهویه اجباری با تنفس‌های مریض هماهنگ است. مثلا مریض میاد یه بازدم انجام بده، یه دفعه تو بازدم مریض این دستگاه یه دم میفرسته روی نفس مریض و مریض اصلا دچار در واقع استراب میشه، چون تو بازدمش یه دفعه دستگاه یه دم انجام داد. یعنی در واقع توی این مود هم بیمار نفس میکشه هم دستگاه به بیمار تنفس میده، ولی اون تنفسایی که دستگاه به بیمار میده اجباری و تعدادش مشخصه و هماهنگ با تنفسای بیمار نیست
و چون هماهنگ با تنفس‌های بیمار نیست، احتمال جنگ بیمار با ونتیلاتور یا فایت کردن بیمار با ونتیلاتور به وجود میاد. و خب بعدیش هم خوبیش اینه که مریض ماهیچه های تنفسیش از ضعیف نمیشه، مریض وابسته خیلی به دستگاه نمیشه، ولی خب بعدیش هم اینه که تنفس هایی که داره میده به بیمار تنفس های ناهماهنگ با بیمار هستن. خب یکی از مودهای بسیار پرکاربرد در آی سی او در استفاده از ونتیلاتور مود SIMV یا Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation هست، یا تهویه اجباری متناوب هماهنگ شده. ببینید این همون IMV است که تو اسلاید قبل گفتیم، فقط یه S اولش اضافه شده، یه Synchronized بهش اضافه شده، یعنی همون تهویه اجباریه، ولی به جای اینکه ناهماهنگ با تنفس‌های مریض بشه، اینجا هماهنگ با تنفس‌های بیماره. در واقع ترکیبی از یه تهویه ارادیه، یعنی چی؟ یعنی مریض اجازه میده تنفس‌های خودش رو انجام بده، و بعد تهویه‌ای که دستگاه میده کمکی و کنترل است، یعنی هماهنگ با تنفس‌های بیماره و دیگه اون واکنش جنگ با ونتیلاتور به وجود نمیاد. مثلا مریض 10 تا تنفس خودش رو انجام میده، 5 تا هم تنفس کمکی دستگاه بهش میده، اون 5 تا تنفس کمکی هم که دستگاه بهش میده هماهنگ با تنفس‌های بیماره، یعنی نمیفته رو دم و بازدم بیمار و مریض حالش بد بشه. بنابراین یکی از بهترین مودها و پرکاربردترین مودی که الان در ونتیلاتور استفاده میکنیم توی آی سی یو همین مود SIMV هستش. خب دوستان یکی دیگه از مودهایی که در ونتیلاتور داریم مود اسپانتانئوس ونتیلیتور یا ونتیلیشن، یا مود تهویه خود به خودی. اسپانتانئوس یعنی خود به خودی. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما از این مود استفاده میکنیم که مریض کاملا بیدار، نفساش هم خیلی تنفسهای خوبی، خود به خودی خودش 16 تا تنفس داره، 17 تا تنفس داره، تنفسهای خود به خودی داره. خب پس چرا از این مود استفاده میکنیم؟ این مود هیچ کاری برای بیمار نمیکنه، یعنی هیچ تنفسی به بیمار نمیده، فقط حمایت میکنه از مریض و به مریض اکسیژن میده. بنابراین وقتی از این مود استفاده میکنیم، یعنی مودی که بیمار تنفسهای خود به خودی داره، نیاز به هیچ کمکی توسط ونتیلاتور نداره، ونتیلاتور فقط بهش اکسیژن میده، و این مود یکی از مودهای خوب برای جداسازی، یعنی اگر مریض هوشیار و بیدار و نفسهای خیلی خوبی داره و کفایت تنفسی داره و ما میخوایم از دستگاه ونتیلاتور جدا کنیم، میتونیم یکی از این مودها رو برای جداسازی از تهویه مکانیکی براش استفاده بکنیم، که این مود اسپونت میتونه با دو تا مود دیگه هم همراه باشه. دوستان ما دو تا مود دیگه هم داریم در ونتیلاتور، مودامو البته خیلی زیادن، ولی این مود اسپونت میتونه با دو مود دیگه همراه باشه. این مودا چیا هستن؟ یکی PSV یا Pressure Support Ventilation هست، یا حمایت فشاری، در واقع حمایت فشاری، و یه CPAP. CPAP Continuous Positive Airway Pressure، همینی که الان در کووید یا CPAP برای مریض میذارن، CPAP در واقع Continuous Positive Airway Pressure یا فشار مثبت مداوم راه هوایی، یعنی یه فشار مثبت مداومی رو دستگاه تو راه هوایی بیمار در دم و بازدم بیمار وارد میکنه و اکسیژناسیون بیمار رو بهتر میکنه. حالا این اسپونت میتونه با یا CPAP همراه باشه، یا با PSV یا پرژر ساپورت یا حمایت فشاری همراه باشه، که در موردش توضیح میدیم. یعنی اسپونت با پرژر ساپورت میتونه همراه باشه و CPAP، اگر یعنی مریض اگر تنفس خود به خودی داشته باشه میتونه با PSV همراه باشه، میتونه با CPAP همراه باشه، و اگر تنفس های خود به خودی نداشته باشه نمیتونیم در واقع براش از CPAP استفاده کنیم. پس در واقع یکی از مودایی هست که برای جداسازی از بیمار استفاده میشه و همراه با دو تا مود دیگه میتونه به کار بره، که CPAP و PSV هستش، و پرژر ساپورت ونتیل. حالا این پرژر ساپورت ونتیلیشن یا پرژر ساپورت یا تهویه حمایتی فشاری که بسیار اسمش رو تو آی سی یو میشنویم، خیلی هم ازش استفاده میکنن، چی هستش؟ ببینید پرژر ساپورت در واقع این هستش که میاد دستگاه یه فشار مثبتی رو و یه حجم مشخص از پیش تعیین شده ای رو وارد ریه بیمار میکنه، یعنی اگر بیمار جوری نفس بکشه که بتونه دریچه ورودی گاز دستگاه رو باز بکنه، دستگاه میاد یه حجم از پیش تعیین شده با یه فشار مثبت رو وارد ریه های بیمار میکنه. من همیشه به دوستان میگم پرژر ساپورت جایزه ونتیلاتور به بیماره. یعنی چی؟ یعنی اگر مریضی تونست تنفس خود به خودی خوب داشته باشه و گاز ورودی دستگاه رو خودش دریچه‌شو باز کنه و دریافت کنه، یعنی یه دم
خوبی داشت، دستگاه میاد یه حجم از پیشتن شده، یه پکیجی رو براش کنار میذاره که یه حجم از پیشتن شده با یه فشار ثابته وارد ریه های بیمار میکنه و این کمک میکنه که حجم جاری بیمار تقویت بشه و مقاومتی که به خاطر وجود لوله تراشه و این لوله خرطومی هایی که به ونتیلاتور وصل، چون این دستگاه ونتیلاتوری سری لوله بهش وصل میشه بعد وصل میشه به بیمار، مقاومتی که ناشی از وجود اون لوله ها هستش رو هم کم میکنه. پس پرژر ساپورت یه مود تهویه حمایتی است زمانی استفاده میشه که بیمار تنفس خود به خودی داره و کفایت تنفسی خوبی هم داره. این فشار ثابت و حجم ثابت به بیمار داده میشه تا حجم جاری بیمار رو تقویت کنه و مقاومت ناشی از وجود لوله تراشه و راه‌های هوایی مصنوعی رو کم بکنه. دوستان مقدار پرژر ساپورت 0 تا 30 سانتی متر رابه، یعنی وقتی رو دستگاه میخوایم تنظیم کنیم مثلا پرژر ساپورت رو میذاریم 7 8 9 12، پرژر ساپورت محدودش 0 تا 30 سانتی متر آبه که اگر صفر مقدارش رو 0 تا 10 سانتی متر آب در واقع تنظیم بکنیم، کارش این هستش که بر مقاومت ناشی از لوله تراشه غلبه میکنه و اگر بالای 10 سانتی متر آب تنظیمش بکنیم حجم جاری مریض رو هم تقویت میکنه. در واقع این برای جداسازی بیمار از ونتیلاتور هم از این مود استفاده میشه و یکی از خوبیاش اینه که از آتروفی و وابستگی بیمار به ونتیلاتور و ضعف عضلات تنفسی بیمار جلوگیری میکنه. منتها یادمون باشه پرژر ساپورت وقتی استفاده میشه که بیمار تنفس خود به خودی داره، مثلا در مود سی ام دی که مریض هیچ تنفسی نداره، هیچ تقلای تنفسی نداره، اصلا پرژر ساپورت معنایی نداره. پرژر ساپورت وقتی کاربرد داره که بیمار یه تقلای تنفسی، یه تنفس قابل قبول داشته باشه، بتونه دریچه ورودی گاز رو باز کنه و هوا رو بگیره و اینجا برای ما کاربرد داره. خب دوستان یکی دیگه از مودهای تنظیمی در ونتیلاتور پیپ هستش. پیپ بچه ها مخفف پوزیتیو اند اکسپیریتوری پرژر هست، یا بهش میگن فشار مثبت انتهای بازدم. در واقع ببینید یه دم انجام بدید الان شما نکنید بعد یه بازدم. خب وقتی من بازدم میکنم ریه هام که پر از باد شده بود خالی میشه، در واقع آلوئولام خالی میشه و روی هم قرار میگیره. این پیپ باعث میشه که یه مقدار هوا ته اون آلوئول ها بمونه، یه مقدار فشار در اون آلوئول ها باقی بمونه و این آلوئول ها روی هم دیگه نخوابن و کلاپس نشن و آتلکتازی به وجود نیاد. در واقع یک فشار بالاتر از فشار اتمسفره، چون مقیاسش بر اساس سانتی متر آبه که از کلاپس و آتلکتازی جلوگیری میکنه. یکی دیگه از فایده های پیپ اینه که اکسیژناسیون رو هم بهتر میکنه، بدون اینکه مریض نیاز به اکسیژن بالا، اکسیژن بیشتر، اکسیژن رو برای مریض بیشتر کنیم، با دادن پیپ اکسیژناسیون برای مریض بهتر میشه و نیاز مریض به درصد اکسیژن دمی یا FiO2 کمتر میشه. بنابراین پیپ میتونه خیلی به بیمار کمک بکنه. معمولا مقدار و محدودش دوستان بین 5 تا 15 سانتی متر آبه و مقادیر بالاتر از 10 سانتی متر معمولا تو مریضایی که مثلا کوویدیا ARDS میشن، مریضایی که کامپلینس ریهشون خیلی پایینه استفاده میشه. یکی از فایده های پیپ این هستش که به اکسیژناسیون کمک میکنه، یعنی اگر ما یه مریضی داشته باشیم که علارغم دریافت اکسیژن کافی هنوز پی ای اوتو هاش پایینه، میتونیم با دادن پیپ نیاز مریض به اکسیژن رو کمتر کنیم. در واقع میگن اگر پی ای اوتو مریض علارغم اینکه اکسیژن کمتر از 60% داره میگیره کمتر از 60 میلی متر جیوه باشه، میتونیم براش پیپ استفاده کنیم. یعنی اگر به مریضمون داریم یه اکسیژن با درصد قابل قبول میدیم ولی هنوز پی ای اوتو هاش پایینه، با دادن پیپ میتونیم اون هایپوکسی رو جبران کنیم. بنابراین پیپ یکی از فایده‌هاش اینه که اکسیژناسیون رو هم بهتر میکنه. بنابراین فایدهش اینه که تو هایپوکسمیا، تو نارسایی های تنفسی، تو آتلکتازی ها خیلی فایده داره و کاربرد داره و خودش اصلا پیشگیری کننده از کلاپس و آتلکتازی هستش. ولی بعدیش اینه که یه نقطه منفیش این هستش که چون فی پی پی فشار مثبته باعث افزایش فشار
فشار مثبت در داخل قفسه سینه میشه و روی عروق بزرگ فشار وارد میکنه، در نتیجه کاردیاک آوتپوت رو کم میکنه و باعث افت فشار خون میشه. بنابراین فشار خون های مریض با پیت میفته، چون برگشت وریدی به قلب کم میشه و از طرف دیگه چون این فشار مثبت روی عروق وارد میکنه، در واقع خون رسانی به مغز رو هم کمتر میکنه، ممکنه آی سی پی مریض بره بالا و از طرف دیگه میتونه نوموتراکس رو هم در بیمارا ایجاد بکنه. پس سه تا عارضه داره: افت فشار خون، افزایش آی سی پی و نوموتراکس. علارغم تمام فوایدی که داره، خب سه تا عارضه منفی هم داره. دوستان، همونطور که تو اسلایدهای قبلی گفتین، یکی دیگه از مودهایی که در اهمیت داره و کاربرد داره فشار مثبت مداوم راه هوایی. ببینید سی‌پپ مثل پیپ میمونه ها، فقط کانتینیوس پوزیتیو اید وی پرژره، یعنی یه فشار کانتینیوسلی یا مداوم هست. فقط فشار مثبت و مثل پیپ تو انتهای بازدم وارد نمیکنه، بلکه یه فشار مثبتی توی این مود هم در دم وارد میشه هم در بازدم. در یک سیکل تنفسی کامل یه فشار مثبت به طور مداوم وارد میشه. دوستان، ما زمانی از سی پپ استفاده میکنیم، الان تو کوویدی هم استفاده میشه، که مریض نفس خود به خودی داره، یعنی مریض بیدار و هوشیاره، تنفس‌های خوبی داره، ولی اکسیژناسیونش خوب نیست، اوتو سچوریشنش پایینه. بنابراین ما میایم از این فشار مثبت استفاده میکنیم. این فشار مثبت باعث میشه که کار و تقلای تنفسی مریض کم بشه، چون این فشار مثبت اکسیژن خوبتر و درصد بالاتری رو به بیمار میده. بنابراین کار تنفسی مریض رو کم میکنه، فانکشنال رزیجوال کپاسیتی که در جلسه اول تون حجم ها و ظرفیت ها بهتون گفتم، ظرفیت باقی مانده و عرض کردم بسیار مهمه و کاربرد داره در بحث ونتیلاتور، اون فانکشنال رزیجوال کپاسیتی یا اون حجمی که ته آلوئول ها باقی میمونه رو افزایش میده و اکسیژناسیون رو بهتر میکنه و کلاپس آلوئولی رو پیشگیری میکنه. ببینید پیپ مثل سی‌پپه، منتها پیپ و سی‌پپ شبیه همن. پیپ فشار مثبت رو تو انتهای بازدم وارد میکنه، سی‌پپ هم در دم فشار مثبت وارد میکنه هم در بازدم. سی‌پپ زمانی کاربرد داره که مریض حتما اسپانتانوسلی تنفس داشته باشه، یعنی ما سی‌پپ رو در مود اسپونت استفاده میکنیم، وقتی که مریض تنفس خود به خودی داشته باشه. یکی از راههای جداسازی بیمار هم هست این مود. بچه این مود برای جداسازی بیمار هم استفاده میشه، یعنی مریض کاملا نفس خود به خودی داره و اختیار فقط با خودشه و فقط با مود سی‌پپ به مریض اکسیژن میدیم. به اضافه اینکه دستگاه کوچیک بایپپ و سی‌پپ هم داریم که فقط به بیمار اکسیژن میده و با این ماسک، مثل اون تصویر اون خانومی که دراز کشیده براتون تو این اسلاید گذاشتم، با ماسک هم میتونیم به مریض در واقع سی‌پپ بدیم و که مقدارش هم باز مثل پیپ بین 5 تا 15 سانتی متر آبه و به اکسیژناسیون و اصلاح هایپوکسی بیمار کمک میکنه. خب دوستان، حالا که با انواع مودهای ونتیلاتور آشنا شدیم، باید بدونیم که دستگاه ونتیلاتور رو حالا ما چطوری میخواییم برای بیمار تنظیمش بکنیم. برای تنظیم دستگاه ونتیلاتور حتما باید اول از اینکه مریض رو به طور کامل بررسی کنیم، ببینیم تنفس مریض به چه صورتی هست، علائم حیاتیش به چه شکلی هست، نمونه ABGش رو بخونیم ببینیم اختلال ABG به چه شکلیه و بتونیم بر اساس اون نمونه آزمایش ABG که داره و شرایط کلی که بیمار داره، دستگاه ونتیلاتور رو بر اساس شرایط بیمار تنظیمش کنیم. برای تنظیم ونتیلاتور اولین کاری که میکنیم این استش که مود ونتیلاتور رو انتخاب کنیم. اگر مثلا انتخاب مود ونتیلاتور وابسته به شرایط بیماره، مثلا اگر مریضمون هیچ تنفسی نداره، کاملا ارست تنفسی داره، بهترین مود CMVه، مودیه که خودش اختیار تنفس رو به عهده بگیره. یا مثلا وقتی مریضمون تنفس داره ولی تنفسش کفایت نداره یا تعدادش کامل نیست، بهترین مودی که انتخاب میکنیم مود SIMV هستش. پس انتخاب مود ونتیلاتور بر اساس شرایط بیمار هست. دومین پارامتری که توی دستگاه ونتیلاتور تنظیم میکنیم، مقدار FiO2 یا Friction Inspiratory O2 یا درصد اکسیژن دمیه، یعنی ما چقدر اکسیژن حالا با این دستگاه به بیمار بدیم. دستگاه ونتیلاتور بچه ها هم هوا رو وارد ریه بیمار میکنن و هم اکسیژن رو. خب یکی از پارامتر FiO2ه. FiO2 به طور نرمال مقدارش 21 تا 100 درصده. الان هوایی که ما داریم نفس میکشیم اکسیژن 21 درصد داره.
حالا ما توی ونتیلاتور FiO2 رو طوری تنظیم می کنیم که PaO2 بیمار بالای 60 و O2 سچوریشنش بالای 90 باشه. یعنی معیار ما برای تنظیم FiO2 پارامتر PaO2 و O2 سچوریشن در ABG. اگر PaO2 بالای 60، O2 سچ بالای 90 باشه، یعنی اون FiO2 مناسبی برای بیماره. فقط باید حواسمون باشه که تو بیماران آسمی و COPD PaO2 50 هم قابل قبوله و باید اینو یادمون باشه FiO2 رو در دراز مدت خیلی بالا نذاریم، چون مسمومیت با اکسیژن ایجاد میکنه. بنابراین FiO2 در دراز مدت بهتره که کمتر از 60% حفظ بشه تا اون مسمومیت با اکسیژن به وجود نیاد. درجه حرارت هوایی هم که وارد بدن بیمار میشه با دستگاه ونتیلاتور تنظیم میکنه خودش، درجه حرارت رو 32 تا 36 درجه به بیمار میده که حالا مریض دچار لرز یا تب به دنبال گرما یا سردی بیش از حد هوا نشه. پس دو تا پارامتر رو گفتیم، یکی مود ونتیلاتور، یکی FiO2. پارامترهای بعدی رو تو اسلایدهای بعدی میگم بهتون. یکی دیگه از پارامترهایی که تو ونتیلاتور تنظیم میکنیم تعداد تنفس هستش. تعداد تنفس یا ریسپریتوری ریت رو بر اساس PA CO2 ABG تنظیم میکنیم. یعنی هر چقدر PA CO2 مریض بالا باشه، یعنی مریض نمیتونه CO2 رو از بدنش خارج کنه، یعنی مریض اسیدوز تنفسی هستش و بنابراین ما باید تعداد تنفس رو زیاد بکنیم. و هر چقدر PA CO2 مریض کم باشه، یعنی مریض تعداد تنفسش زیاده و بنابراین باید تعداد تنفس رو کم بکنیم. پس وقتی که تعداد تنفس رو زیاد میکنیم، در واقع مریض هایپر ونتیله میکنیم و مریض آلکالوس تنفسی میشه، و وقتی تعداد تنفس رو کم میکنیم، یعنی مریض هایپوونتیله میکنیم و اسیدوز تنفسی به وجود میاد. بنابراین بر اساس مقدار PA CO2 هست که تعداد تنفس رو تنظیم میکنیم. معمولا تعداد تنفس نرمال بیمار باید بین 12 تا 16 یا 12 تا 18 تا تنفس در دقیقه باشه که تو این محدوده بر اساس مودی که انتخاب کردیم تعداد تنفس هم تنظیم میشه. یکی دیگه از پارامترهایی که در ونتیلاتور تنظیم می‌کنیم حجم جاری یا تایدال ولیوم یا VT یا TV هستش. تایدال ولیوم یا حجم جاری، در واقع حجم جاری هوایی هست که دستگاه در فرایند دم وارد ریه بیمار می‌کنه و ریه‌ها رو باز می‌کنه. یعنی شما یه دم انجام بدید، خب یه هوایی وارد ریه ما میشه دیگه، اون هوا رو دستگاه وارد ریه ما می‌کنه و ما بهش میگیم حجم جاری. حالا این حجم جاری بر اساس وزن بیماره که تنظیم میشه. معمولا مقدار نرمالش 8 تا 10 سی سی پر کیجی. یعنی اگر یه مریض 70 کیلویی داشته باشیم، 8 تا 560 سی سی باید بهش تایدال والیوم بدیم. و اگر حجم جاری رو بیشتر از 10 سی سی پر کیجی بدیم، باروتوروما ایجاد میکنه. یعنی باعث میشه آلوئولای ما بیش از حد باد بشن و بترکن. مثل بادکنکی که شما بیش از حد فوت کنید بعد میترکه. این باروتوروما بهش میگیم. در واقع یعنی تورومایی که به خاطر افزایش زیاد حجم به وجود اومده. بنابراین تایدال ولیوم به طور نرمال 8 تا 10 سی سی پر کی جی تنظیم میشه. در بیماران COPD همونطور که FiO2 کمتر از حد معمول تنظیم میشه، حجم جاری هم بهتر کمتر بهشون بدیم، چون COPD ها همینطوری هوای مرده تو ریه هاشون زیاده. بنابراین بهتر حجم جاری در COPD ها بین 7 تا 8 سی سی پر کی جی و کمتر هم باشه. و برای بهتره که حجم جاری رو با پیپ تنظیم کنیم، چون پیپ خودش نیاز به حجم جاری رو کمتر میکنه و اکسیژناسیون رو اصلاح میکنه، که حالا تنظیم توضیح میدم، در قبلا توضیح دادم میکنم، در جلوترم توضیح میدم. خب یکی دیگه از پارامترهایی که در تنظیم ونتیلاتور ازش استفاده میکنیم سنسیویتی یا تریگر هست. تریگر یا سنسیویتی در واقع یعنی حساسیت دستگاه به تقلا و تلاش تنفسی بیمار. ببینید اگر دستگاه بخواد تنفسهای بیمار رو سنس بکنه در واقع و باهاش هماهنگ بشه، این لازمش اینه که مریض هم تقلای تنفسی داشته باشه. مثلا تو مود CMV که مریض هیچ تقلای تنفسی نداره، ما سنسیویتی هم نداریم، سنسیویتیمون خاموشه. ولی مثلا تو SIMV یا SPOND یا مثلا توی SCMV یا mandatory ventilation control mandatory ventilation، توی اینا توی زمانهای
هایی که در واقع مود هایی که بیمار تنفس خود به خودی داره، حالا کافی هم ممکنه نباشه ولی چند تا بالاخره تنفس داره و ما میخوایم که حساس بکنیم دستگاه رو، دستگاه اون تنفس های بیمار رو سنس بکنه، تو اینجا تریگر یا سنسیویتی تنظیم میکنیم که مقدارش معمولا منفیه، منفی 2 تا منفی 10 سانتی متر آب تنظیم میشه و عکس هم هست، یعنی هر چقدر سنسیویتی پایین باشه عددش، حساسیت دستگاه به تنفس های بیمار بالاست و هر چقدر عدد سنسیویتی بالا باشه حساسیت دستگاه به تنفس های بیمار کمه، نسبت عکس داره. که بچه ها حساسیت اتفاقا خیلی مهمه، مثلا اگر ما سنسیویتی یا حساسیت رو خیلی بالا تنظیم کنیم حساسیت دستگاه نسبت به بیمار کم میشه و بنابراین مریض تنفس های مریض رو سنس نمی کنه که هماهنگ با اون حجم یا فشار وارد راه هوایی بیمار بکنه، یا برعکس هر چقدر سنسیویتی رو کم بکنیم حساسیت دستگاه به بیمار خیلی زیاد میشه، با کوچکترین تکونی که مریض میخوره فکر میکنه مریض داره نفس میکشه یه حجم بهش میده و مریض رو هایپرونتیله میکنه، بنابراین حتما باید حساسیت دستگاه معمولا منفی 2 تا منفی 10 بین منفی 4 منفی 5 حد متوسط سنسیویتی خوبی برای بیمار خواهد بود.